درود به شما هم میهنان غیور و دلیر مردان و دلیر زنان ایرانی تو هر جای دنیا که هستین. ممنون که همچنان با ما همراه هستین. همین اول برنامه میخوام یه خبر خوب بهتون بدم، مثل اینکه حسن نصرالله کم کم داره به درک واصل میشه. به گزارش روزنامه اورشلیم پست، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بعد از سکته مغزی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در بیروت منتقل شده. گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی رهبر حزب الله بعد از اون منتشر شد که نصرالله سخنرانی خودش رو که پیشتر برای روز جمعه 30 دسامبر 2022 برابر با 7 دی برنامه‌ریزی شده بود لغو کرد. در پی لغو این سخنرانی، رسانه‌های وابسته به حزب الله شروع کردن به تبلیغ که اون آنفولانزا گرفته و هیچ چیزی نیست و فعلا فقط قادر به سخن گفتن نیست. حسین القاوی روزنامه‌نگار سعودی اما با انتشار توییتی ادعای بیانیه حزب الله رو رد کرد و مدعی شد که بیماری نصرالله چنان که شایع شده آنفولانزا نیست، بلکه اون دچار سکته دوم شده و بعد از اون در بیمارستان پیامبر اعظم بیروت بستری شده. حسن نصرالله همچنین قرار روز سه‌شنبه 3 ژانویه 2023 برابر با 11 دی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم کتلت، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دست نیروهای غیور آمریکایی سخنرانی کنه. حالا ببینیم قراره بیاد یا نه. آنفولانزا باشه که میاد، سکته کرده باشه که نمیاد. قبلا هم در سال 2019 رسانه‌های لبنانی خبری درباره سکته قلبی حسن نصرالله منتشر کرده بودن و منابع دیگه هم از سکته مغزی اون خبر دادن، اما منابع رسمی هیچ کدوم از این خبرها رو تایید نکرده بودن. خلاصه که این مردک شکم گنده که گردنشو با پول نفت ملت ایران کلوف کرده بود و تو 7 سوراخ پنهان بود و از زیر لحاف فرمان جهاد صادر میکرد، حالا مثل اینکه خودش داره گورش کنده میشه. در حالی که این گردن کلوفت معتقد بود که در سال 2022 میلادی سال سقوط اسرائیل هست، مثل اینکه خودش در پایان این سال به ICU منتقل شده و اینم داره به پایان سلام میکنه. کلن همه تون کسایی که با جمهوری اسلامی، با جمهوری شیطانی دستشون توی یک دسته، همشون دارن به پایان سلام میکنن و دنبال سوراخ موش میگردن. اونه هم که سوراخ موش دیگه پولشو ندارن بخرن، کلن دارن دنبال گور میگردن. ویدیویی هم ببینیم از دهنگشادی آخوند نبویان نماینده انتصابی مجلس که گفته اگه کسی بگه ولایت فقیهی مقام تشریفاتی است، حکمش ارتداد و زنش بهش حرام و باید اعدام بشه. ببندون دهن کثیف تو. کسایی که با مخالفین ولایت فقیه اینطوری رفتار میکنن، فکرشو کنین دیگه در با معترضان تو خیابون چجوری رفتار میکنن. این کثافت ها فقط لایق این هستن که هر کدومشون از گردن آویز بشن به یه تیر چراغ برق و مطمئن اینم که میبینیم اون روزو، اون روز خیلی نزدیکه که شما آخوندهای کثیفی که حکم قتل مردمو به این راحتی دارین میدین، دونه دونه تونو آویز کنیم از یه چراغ برقه. اگه عاشق هیکل امامید، عاشقان هیکلی سر چهار روز زیادن. اگه عاشق اندیشه امامید، برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه مقام تشریفاتیه، حکم شیعه گفتی ارتداد است. عجب، اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تازه ترین آمار خودش رو در ارتباط با خیزش مردمی یک شنبه شب 11 دی بروز کرد. طبق این آمار 26 شهریور تا 11 دی 1401 شماره کشته شده ها متاسفانه به 512 نفر، تعداد بازداشتی ها 19,000 نفر و در این گزارش به بازداشت 683 دانشجو هم اشاره شده. هرانا روز یک شنبه 11 دی از انتقال 4 زندانی در زندان مرکزی کرج به سلول های انفرادی به این زندان خبر داده که میدونین یعنی چی؟ یعنی برای اجرای حکم اعدام. واقعا متاسفیم برای جمهوری شیطانی که داره این کارو انجام میده و متاسفتر هستیم برای اون جمعیت خاکستری که همچنان سکوت کردن. و مطمئن باشین با شما هستم جمعیت خاکستری، بله با شما. روزی هم نوبت خودت میرسه، اگه امروز نوبتت نباشه فردا نوبتت میشه. بیداری، آگاهی راه نجات میهنه. بریم یه ویدیو با هم ببینیم از شاهین نجفی خطاب به مزدوران نظام. این شاهین نجفی خیلی رشد کرده نسبت به قبل و حرفاش خیلی تاثیرگذار در پیش برده این انقلاب. با هم ببینیم. من مثل روز برام روشن،
مثل روز دارم میبینمش که چطور چیکار دارن با شما میکنن این مردم خشمگین، چه بلایی دارن سر شما میارن، کجاها دارید شما فرار میکنید. دیگه کانادا و آمریکا و اروپا اینا جاتون نیست، کجاها باید فرار بکنید، چطور دونه دونه شما رو از این کشورها پیدا بکنن بکشونن. من مرده شما زنده و میبینید، برید و بمیرید، برید از الان و بمیرید. بنزینی که روی خشم این مردم میخوره این دامنه دونه. این انقلاب از ابتدا رنگ و بوی مردمی داشت و با همت مردم این اتفاق و این انقلاب تا اینجا ادامه پیدا کرده، فقط با همت مردم. و اما هنرمندا، ورزشکارا و خیلی از طیف‌های سیاسی که به مردم پیوستن، چون از مردم بودن، از دل این مردم بودن، با حمایت این مردم به اینجا رسیدن، الان به مردم پیوستن. و اما شقایق دهقان، بازیگر ایرانی، در پست اینستاگرامی بدون حجاب اجباری و ماسک به صورت با اشاره به آلودگی هوای تهران نوشته این کثافتی که خودمون و بچه‌هامون و پدر و مادرای پیرمون توش تنفس میکنیم اسمش هرچی هست هوا نیست، یه سم کثافت کشنده‌ای که انگار داریم قاشق قاشق ازش برمی‌داریم و می‌ریزیم تو حلقمون. سمی که داره با صراحت و رک و بی‌تاروف بهمون میگه همینی که هست، باید آرزوی نفس کشیدن عمیق توی هوای آزاد رو هم به گور ببری. خانم دهقان در ادامه نوشته هم هوا خیلی آلوده هست، هم هرچی ویروس نحس و مرگ و مریضیه تو این هوای کثافت دست انداختن گردن هم تو ضیافت تسریع بخشیدن مرگ ما بالای سرمون میچرخن و میخندن و میرقصن. ای بدبخت ما، ای بیچاره ما. شقایق دهقان آذر ماه امسال به دلیل اونچه رسانه‌های حکومتی هنجارشکنی اعلام کردن به دادسرای اوین احضار شده بود. این همبستگی که هنرمندا و اون طیف سیاسی گسترده‌ای که الان دارن میان سمت مردم، ورزشکارا و باقی اقشار، اقلیت اقشار جامعه دارن میان به سمت مردم و میان به سمت اکثریت، این باعث هرچه سریع‌تر رسیدن نتیجه انقلاب میشه و ما اینو به فال نیک میگیریم. ویدیویی هم ببینیم از گرامی داشت تولد 22 سالگی مهران شکاری از کشته شدگان اعتراضات. مهران شکاری اهل قوشاچای میان دواب آذربایجان غربی 12 آبان در خرمدشت کرج در 40 حدیث نجفی با شلیک گلوله ماموران حکومتی متاسفانه کشته شد. ویدیویی به دست ما رسیده که نشون میده ماموران لباس شخصی جمهوری اسلامی شهروندان بلوچ در زاهدان رو که در حال بازگشت از نماز جمعه 9 دی هستن بازداشت میکنن، در اصل دارن اونا رو میدزدن. روبایش شهروندان توسط ماموران امنیتی تو این چند وقت اعتراضات یک کار عادی شده متاسفانه. ویدیویی هم ببینیم از به آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی و همون قاسم کتلت در اردبیل همزمان با سالگرد کتلت شدنش. اردبیل 12 دی، مرگ بر دیکتاتور.
ویدیویی هم داریم از یک هموطن عزیز. این هموطن تیتری از یک روزنامه در آینده رو پیش روی ما گذاشته و میگه انقلاب ملی ایران میتونه منجر به تغییرات اساسی در مناسبات منطقه‌ای و جهانی بشه و همگان رو در برابر این پرسش قرار میده که شما چه نقشی میخواین ایفا کنین؟ آیا میخواین جزی از یک تغییر بزرگ باشین؟ در واقع همه ما اونچه که وجود داره و اونچه که در آینده شکل خواهد گرفت مسئول هستیم، چه با سکوتمون چه با فعالیتامون. و چقدر زیبا هست که در آینده از ما به عنوان نسل یاد بشه که منجر به تغییرات مثبت برای آینده شدیم. این ویدیو رو ببینین، خیلی جالبه. انقلابی که دنیا رو نجات داد، مردمی که جهان را به صلح رسوند، پرورش تروریست را لغو کرد. اوف، چه تیتری میشه این روزنامه اگه بیاد بیرون. و اینو مطمئن باش اهمیت ما مردم ایران خیلی توی دنیا مهمه، چرا که ما با انقلابی که داریم انجام میدیم میتونیم سوریه رو نجات بدیم، میتونیم لبنان رو نجات بدیم، میتونیم اوکراین رو نجات بدیم، میتونیم عراق رو نجات بدیم، میتونیم افغانستان رو نجات بدیم، میتونیم منطقه رو به منطقه امن و باثبات تبدیل کنیم. پس اینو یادت باشه، تویی که هنوز توی خونه نشستی و فکر میکنی هیچ اهمیتی نداری واسه این انقلاب، هیچ اهمیتی نداری واسه این جامعه، بدون تأثیری که تو میتونی روی دنیا بذاری، بدون بزرگترین نظریه پردازان و فیلسوفان و آزادی خواهان نتونستن بذارن رو دنیا. و اگر کاری نمی کنی به خاطر اینکه نگرانی داری نسبت به فرزند، نگرانی داری نسبت به خودت و خانواده، بدون که تو نسبت به اون فرزندی که به دنیا آوردی مسئولی، مسئولی که آیندهش رو بسازی. و اینو بدون، آینده فرزند تو زیر سایه جمهوری اسلامی غیر ممکنه. تو که هنوز تو خونه نشستی و قشر خاکستری هستی، اینو بدون، دنیا بهت نیاز داره، فرزندت بهت نیاز داره، ما مردم بهت نیاز داریم. چشمه دنیا به توه، ما قرار بشیم مردمان قرن که دنیا رو نجات داد. دوستان عزیز، ممنونم که با این بخشم بازم با ما همراه بودین. سپاسگزارم که ما رو لایک میکنین، کامنت میذارین، انتقاد میکنین، پیشنهاد میکنین. ما منتظر کامنت های قشنگتون هستیم. از ما حمایت کنین با لایک کردن و کامنت گذاشتن. حتما حتما ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین تا از برگشتن ما آگاه بشین. تا درود دیگر، بدرود.